از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک شما بینندگان و سروران عزیز. در روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت برابر با هفتمین روز از ماه می با 19 برنامه پیرامون تحلیلی بر زندگانی علی ابن ابی طالب در خدمت شما هستیم. خب بحث جلسه پیشین به مبحثی به عنوان بنیادگرایی اختصاص داشت. این بحث امروز هم ادامه خواهد. اهمیت مسئله بنیادگرایی امروز در جهان بسیار مسئله مهمی است و شما می‌بینید گروه‌های مختلف سیاسی تحت عنوان بنیادگرایان به قدرت می‌رسند یا در صدد این هستند با جنبش‌های خاصی قدرت رو تصاحب کنند و از قبل اندیشه‌های اونها به خصوص خاورمیانه دستخوش آشوب و تحولات نامبارک و نامناسبی شده. پدیده بنیادگرایی سالها از منظر اندیشمندان در مسائل سیاسی مخفول مانده بود تا اینکه بعد از 11 سپتامبر و فجایعی که بعد از برآمدن گروه‌های مختلف در افغانستان و کشورهای پیرامون ما شکل گرفت باعث شد که برخی ها به شکل جدی‌تری به این پدیده نگاه بکنند. خب رژیمی هم در کشور ما حاکم، او هم داعیه دار یک قرائت خاصی است از اسلام، اما چه این تفاوت قرائت رو بپذیریم یا نپذیریم در اصل داستان تغییر ایجاد نمی کنه. تفکر بنیادگرایی به دنبال این است که نظم جامعه رو بر اساس اون اصول و عقاید خودش سازماندهی بکنه. حالا این اصول و عقاید ممکنه مربوط به دهه ها یا صده های قبل باشه، اما خدمتگزاران این ایدئولوژی یا باور سعی میکنن جامعه و مردم اون رو مناسب اون عصر در بیارن. خب بر یک مبنایی اون رو مستقر میکنن که ما در نوبت پیشین به مبانی بنیادگرایی پرداختیم که این بنیادگرایی که در خلأ شکل نمیگیره، در درون یک جامعه بر بستری از فرهنگ و عناصر فرهنگی خاص مثل دین، مثل سنت و هم با عناصر دیگر میتونه شکل بگیره. امروز بحثمون رو ادامه میدیم در مورد تطبیق وضعیتی که در زمان علی ابن ابی طالب وجود داره، یعنی دیدگاه او با آنچه که ما امروز اون رو مضمون میدونیم. یعنی یک تعریفی داریم به نام بنیادگرایی که بسیاری از اندیشمندان حتی در برابر اون موضع خصمانه دارن، اما ظاهرا که فراموش میکنن شخصیت هایی رو که خود اونها به اون معتقدن، اونها رو الگو میدونن، اونها رو اسطوره و اسفه میدونن، خودشون مصادیق بنیادگرایی هن. البته داستان آخوندها و روحانیون ما مشخصه، اونها علی رو با همه این سیئات و وجنات و محاسنش میشناسن، هرچند اونها بدی برای علی نمیدونن، هرچی میدانن حسنات. اما نوع اندیشان دینی یا کسانی که بعضن دل در گروه همین تفکر دینی و اون حال و هوای اسلامی دارن، اما از نوع رفتار روحانیت گله‌مندن یا بعضن موازی در برابر رفتارهای بنیادگرایانی مثل طالبان، داعش و گروه‌های مختلف میگیرن، اما فراموش میکنن که فضای دینی که امروز ایجاد شده در خلأ شکل نگرفته. همه این بنیادگرایان خودشون رو بر روی پایه ای قرار دادن، حالا اهل سنت بنابر دیدگاه قرآن، سنت رسول و سلف صالحه، شیعیان هم در قرآن، رسول و امامان شیعه. بنابراین ما در نوبت پیشین سعی کردیم مبانی و اصول بنیادگرایی رو شرح بدیم. امروز سعی میکنیم نشان بدیم که علی ابن ابی طالب هم همان مصداقی است که شاید به نوعی برای ما ناشناخته بود. یعنی فرض کنید اگر علی امروز در ایران ما حکومت میکرد، داستان بسیار فاجعه بارتر از وضعیتی بود که الان ما با اون برو هستیم. خب در اینجا قبل از اینکه من وارد بحث بشم و
و نگاهی به گفتارهای علی داشته باشیم، مغالطه رو معرفی میکنیم، شاید بسیار هم مهمه و هم مرتبط با موضوع، و اون مغالطه عدم تعرض به اصوله یا متهم نکردن اصول. این مغالطه زمانی صورت میگیره که یک پدیده‌ای، یک نتیجه‌ای از یک اندیشه برای مردم روشن میشه، اما افراد سعی میکنن این نتیجه فاجعه بار یا این عدم کارایی یا حالا به هر حال اون نقصی که وجود داره رو نه به اصول بلکه به خدمتگزاران، کارگزاران یا تفاسیر مختلف منتسب. به عنوان مثال شما بارها این پدیده رو دیدید، وقتی ما با دوستان کمونیست صحبت میکنیم که آقا شوروی یه همچین داستانی شد و این داستانها و این اندیشه ها بر غلطه، اینها معتقد نیستن اندیشه ها غلطه، میگن نه اندیشه ها درسته، اما مجریانش مثل لنین و استالین و اینها بد عمل کردن، وگرنه اگر ما به سراغ اون اصول بریم، اون اصول خیلی خوبه، خیلی انسانی هن، خیلی عادلانه هن و در واقع یک جامعه خوبی خواهیم داشت. همین وضعیت در مورد اسلام هم صادقه. یعنی شما میگید خب یک دینی آمده میخواد جامعه رو هدایت بکنه، مدعی است که من هم دنیا رو آباد میکنم هم آخرت رو آباد میکنم، شما رو از نظر شخصیتی انسان مناسبی میکنم، اخلاق مدار میکنم، اما نگاه میکنیم میبینیم در درون جامعه نتیجه حکومت دینی شده این فاجعه. خب این چگونه قابل جمعه؟ چگونه قابل درستی است؟ خب بلافاصله این افراد شروع میکنن به این که نه، خود اسلام بد نیست، این مسلمانان یا بهتر بگم فقها یا حاکمان اسلامی هستند که بد عمل کردن. دیدید این تعبیر اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. داستان این مغالطه است، یعنی صحبت بر سر اصول اسلامی نباید بکنید، اونا رو نباید متهم بکنید، بلکه نحوی اجراش رو بد عمل کردن. حتی کار به جایی رسیده که بعضی از این مسلمانان معتقدن اون چیزی که سبب پیشرفت اروپا شد در واقع تعالیم قرآن بوده. یعنی کار تا به این اندازه فاجعه بار در شناخت و درک پدیده ها. اما بیایم برگردیم به سر داستان، ببینیم این اصولی که داره در درون یک جامعه دینی با اون ویژگی هاش تعریف میشه چه خصایصی داره؟ اسطوره ها و نمایندگان اصلی این اندیشه ها چه چیز رو دارن به مردم ارائه میکنن؟ یعنی فرض کنیم خود علی و کارگزارانش امروز در تهران حاکمن، او چگونه نگاه میکنه به ساختار سیاسی، به نظم اجتماعی، به پدیده؟ خب ما در نوبت پیشین تعریف اسلام رو از علی شنان خواندیم و شنیدیم و امروز ادامه میدیم بحث رو که ببینیم ایشان چه فکر میکنه. خب در نهج البلاغه در گفتار 165 علی سخنی رو میاره: لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اطاعت مخلوق در معصیت خالق روا نیست. جمله است بسیار ساده اما اجرای اون فاجعه باره. وقتی صحبت از این میکنه که مخلوق یعنی انسانها، هر چیزی که خلق شده در جهان، حالا انسان ها هم خب متنوعن، بخشی فیلسوفن، حقوقدانن، اندیشمندان در حوزه‌های مختلف، علی اشاره میکنه که حق عصیان یعنی معصیت رو اینها نخواهند داشت. معصیت به معنای ندیدن یا کنار گذاشتن اراده خداست، یعنی به چیزی که خدا امر کرده، قانون اوست، حکم اوست، شرع اوست، شما بی اعتنا باشی، اون رو کنار بزن. علی اشاره میکنه که اطاعت از مخلوق در معصیت خالق روا نیست. یعنی نگاه نکنید که این مردم چی میگن، اگر سخن اونها، اراده اونها، خواست اونها با اراده و حکمت و خواست خداوند منطبق نیست، شما نباید اون رو بپذیرید، وگرنه معصیت کردید. چون معصیت به معنای کنار زدن امر الهی است.
از دل این مسئله چه چیزی بیرون میاد؟ اگر این دستور علی اجرا بشه ما چه جامعه خواهیم داشت؟ اولین مسئله بر سر اینه که شما دیگه قدرت قانونگذاری نخواهی داشت، یعنی دیگه قانون فاقد موضوعیت در جامعه علوی. نهای شریعتی که میگفت جامعه علوی میخواییم، باید یادش باشه اگر اینها رو خوانده باشه و صادق باشه با مردم، باید بگه قوه قانونگذاری دیگه معنی نداره. چرا؟ چون این مخلوقات میخوان بنشینن در یه جایی قانون تصویب کنن. خب حالا بیاید فرض رو بگیری، در قرآن آیات 11 تا 14 سوره نساء رو در نظر بگیری، اونجا اشاره میکنه میراث مردان دو برابر زنانه، بعدم اشاره میکنه که اینا حدود الله است و شما حق تجاوز به اون رو ندارید. خب حالا مجلسی آمده از انسانها، از عقلا، میخواد بیاد تصویب کنه که نه، ما این میراث رو قبول نداریم، ارث باید علی السبیه بالمناسفه نصف نصف بین زن و مرد باشه. آیا این قانون معصیت هست یا نیست؟ قطعا معصیتی، چون مخالف اراده خداست، مخالف خواست خداست. پس دیگه چیزی به نام قانون وجود نخواهد داشت. عده جمع شدن میخوان در مورد حجاب تصمیم بگیرن. خب ما میدونیم حجاب در آیاتی در سوره احزاب و نور و در کتابهای روایی و تفسیری کامل آمده، جزء مسلمات اسلام، مسلمات دینه که زنان رو در پرده نگه داره، در حجاب نگه داره. خب حالا اوغلای جامعه آمدن میخواد دور همدیگه بنشینن و بگن نخیر، ما میخوایم زنان آزادی و اختیار پوشششون رو داشته باشن. آیا این معصیت هست یا نیست؟ و به همین ترتیب شما برید جلوتر، میبینید که دقیقا در جامعه علوی قدرت قانونگذاری دیگه معنا نداره، چون همون لاحق الا لله و همون من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرونه. دیگه خداوند تعیین کرد، نازل کرد، دیگه شما نمیتونید نظر بدید. اینکه افرادی مثل شیخ فضل الله نوری ها در زمان مشروطه می آمدند و می گفتند این مجلس برای چیست؟ مجلس برای چی تعیین شده؟ اومدید حلال خدا رو حرام بکنی؟ حرام او رو حلال بکنی؟ خب قرآن که به شما این اجازه رو نداده. شما دیدید بارها وقتی مسئله در مورد حق رأی زنان در مجلس مطرح می شود، همین آخونده مخالفت می کردن. از زمان شیخ فضل الله بگیرید که بحث حق رأی زنان مطرح شد تا خمینی و دیگران، که زنان حق ندارن در انتخابات شرکت بکنن. الرجال قوامون علی النساء در قرآن آمده. سید حسن مدرس بارها این مسئله رو عنوان کرده بود در مجلس، الرجال قوامون علی النساء، زنان تحت قیمومیت هن، اینا اداره امور نمیتونن انجام بدن. خب حالا اوغلای جامعه بیان و بگن نخیر، ما میخوام زنان بیان درس، آیا معصیت خدا نیست؟ هست. بنابراین میبینید در درون اندیشه های علی ابن ابی طالب شما دیگه قدرت قانونگذاری به مردم نمیرسه، نهادی مثل مجلس دیگه معنا نداره. حالا ما فرازهای دیگری از صحبتهای او رو میخونیم که در همین راستا هم هست. اما میخوام عرض کنم به همین دلیله که در بحثهای بنیادگرایی اصلا دموکراسی معنا نداره، آزادی بیان معنا نداره. دیگه شما نمیرید فراز از زندگی فیلسوفان اینها رو بیارید در درون جامعه اجرایی بکنید، نه، چون حکم خدا داده، مردم که نمیفهم، مردم که داره اون درایت و عقل نیستن. بنابراین طبیعیه که از نظر علی ابن ابی طالب قدرت قانونگذاری مختص خداست و هر نوع هم ارز سازی میان مردم و خدا یک معصیتی است برای خدا، جایی که حکم خدا بخواد تعطیل بشه. این مسئله در فقه سیاسی بسیار اهمیت داره دوست. وقتی ما صحبت از فقه سیاسی میکنیم یعنی استنتاج و استخراج احکامی که در امر سیاسی از دل متون اربعه و کتب اربعه و اصول اربعه بیرون میاد. حالا در نظر شیعه عرض میکنم،
کتاب و سنت و عقل و اجماع، مبنای اصول اربعه، اصول چارگانه. شما وقتی بگید این فقه سیاسی اسلام چیست، یعنی امر سیاسی رو ما باید از اینجا استخراج بکنیم، از اینجا بیرون بیاریم. و از کجا بیرون میارید؟ از اندیشه های مردم میگیرید، ببینید مردم چی میخوان، از دل اندیشه های فیلسوفان میگیرید. نه، در فقه سیاسی ما نگاه میکنیم که خدا چه میخوان، خدا در امر سیاسی چه نظری داده. فقها به این چیزا نگاه میکنن، چون مبدا و اصولشون متفاوته. در دموکراسی ها، در جوامع غربی، مبنا خرد مردم، عقل مردم، عقلانیت جمع. اما در شرع وحی، کلام شارع، اون مبنا و منبع استخراج قواعد سیاسی است. او به شما میگه که یه حاکم سیاسی با مردم چگونه باید برخورد بکنه، با نظام های سیاسی دیگه چگونه باید برخورد بکنه، امور جامعه رو چگونه اداره بکنه. وقتی نتونیم اینا رو تفکیک بدیم دچار خطاییم. جایگاه جهانبینی دیگری شما در درون اون فقه میبینید. علی ابن ابی طالب معتقده که شرع یکیه، احکام یکیه، و شما نمیتونید بگید ما قرائت‌های مختلف داریم. دیدید یکی از مغالطاتی که نواندیشان به کار میبرن این است که ما قرائت‌های مختلف داریم. اما در یک جایی نص وجود داره، یعنی حکمی، دستوری به شکل روشن و به وضوح اعلام شده. دیگه اینجا نمیتونید شما اختلاف قرائت داشته باشید. اون بحث های هرمنوتیک، حالا ما اگر فرصت بشه در آینده بحث خواهیم کرد، جنبه های ادبی داره، جنبه هایی داره که در اون مسائل روشن نیست. اما در اسلامی پدیده وجود نداره در بسیاری از احکام. حالا بله، بعضی از احکام وجود دارن که میشه اندیشه های قرائت های مختلف رو وارد کرد، البته باز هم نه با روح اون متن مخالف باشه. اجازه بدیم یه مثالی بزنیم، شاید این بحث روشن بشه، پوشیده ازش گذر نکنید. فرض کنید من سلیمانی میگم که یک مایه گوارا به من بدید، تشنم، یک مایه گوارا به من بدید. خب بسیاری ممکنه بگن این مایه گوارا چیه؟ آیا مقصودش آبه؟ مقصودش شیر نوشیدنی است؟ مقصودش یک نوشیدنی الکلیه؟ مقصودش یک نوشابه یا همون کوکاکولاهای خودمونه؟ چی میخواد سلیمانی؟ در اینجا ممکنه هر مخاطبی بسته به نظر خودش که سلیمانی رو میشناسه یه استنباطی بکنه، یه استنتاجی بکنه، بگه خب چون هوا سرد بوده مثلا مقصودش از مایه گوارا شاید چای بود. دیگه ممکنه بگه نه، چون هوا گرم بوده ایشون چیز دیگری خواست. در اینجا میشه اختلاف قرائت ها و اندیشه های هرمنوتیکی رو وارد کرد. اما زمانی که بعداً مشخص بشه که سلیمانی مقصودش آب بوده، دیگه شما نمیتونید بیاید بگید که نه، مقصود سلیمانی احتمالاً یک نوشیدنی الکلی بود. چون این موضوع مشخص شده. در جای دیگری سلیمانی مشخص کرده که اون مایه گوارای مد نظرش آب. خب چرا این مثال رو زدم؟ چون بسیاری از احکام اسلامی این گونه هست. خلاف مسیحیت، در اسلام خیلی از احکام وجود دارن اما جزئیاتش مشخص شده. یعنی وقتی پیامبر اسلام سخن از این میکنه که بر کسی که شرب خمر میکنه شلاق بزنی، تعداد شلاق مشخص. وقتی میگه میراث زن نسبت به مرد کمه، خب این کمه چقدره؟ کم کلمه مبهمه، اما قرآن مشخص کرده یک دومه، یعنی نصف. یعنی حالت به نحوی است که دیگه شما نمیتونید بحثای هرمنوتیکی رو پیش بکشید، وارد فضای تعابیر و قرائت ها بشید. خب با اینها چه میخواهید کنید؟ اتفاقا مناقشه برانگیزترین مسائلی که ما امروز داریم در فضای فکری و سیاسیمون همینه.
که شما با احکامی روبرو هستید که جزئیاتش در درون اسلام مشخص شده. دیگه جا برای بحثای هرمنوتیکی نیست. بله البته جنبه هایی هم هست که مشخص نیست، حالا به مرور زمان افراد میتونن استنباط بکنن، اما استنباط هم نبایستی برخلاف روح اون متن باشه. همون مثال قبلی رو دوباره مطرح بکنی تا این موضوع رو مشخص کن. مثلا فرض کنید سلیمانی گفته یک مایه گوارا به من بدید. خب شما بارها میبینید که در این فضا مایه های متعددی وجود داره، اما میبینید سلیمانی آدم مسلمان معتقدی است، یعنی زمینه عقیدتی او اینه که او مسلمان معتقدی است، پس بنابراین دیگه مشروبات الکلی اونجا جا نمیگیره، شما نمیتونید اونو در این بگنجونید، باید حذفش بکنید، چون مطمئنا سلیمانی با اون درجه از عقایدش وقتی صحبت از مایه گوارا میکنه مقصودش دیگه نوشیدنی الکلی نیست. بعد به عصر او نگاه میکنید، میبینید او مربوط به 200 سال قبل بوده، 300 سال قبل بوده، میگید خب دیگه نوشابه هم معنی نداره، اون موقع کوکاکولایی نبوده، پس این رو هم از لیستتون خط میزنید. آرام آرام میرید جلوتر، میبینید با توجه به اون اوضاع و احوال شاید مقصود سلیمانی بیشتر بر روی دو گزینه بوده، یا آب بوده یا شیر بوده، چون بقیه گزینه مثل چای و نسکافه و نمیدونم قهوه و اینا دیگه وجود نداشته اون موقع. چرا اینو عرض میکنم؟ برای اینکه وقتی ما به مسائل اسلامی میرسیم و گهگاه بحث میکنیم با نواندیشان دینی به خصوص، چون تکلیف فقها معلومه، اونا از این مغالطات کمتر به کار میبرن، وقتی به اونا بگید بردهداری میگن بله بردهداری در اسلام هست، میگیم تعدد زوجات میگن بله رسول الله دستور داده، میگیم کودک همسری میگن بله، یعنی راحت خودشون رو عرضه میکنن. اما بخش خطرناک اندیشه، یعنی اونهایی که بیشتر دست به مغالطات میزنن، نواندیشان دینی هست، همین آقای عبدالکریم سروش و آقای سروش دباغ و آقای مشتهد شبستری و اینها که شما میبینید بعضن هم خانه های سازمانی دارن در بی بی سی و شبکه های لندنی و دیگران، عنوان کارشناس میارنشون، کارشون ارتکاب مغالطات برای تعمیق ملت. به راحتی میگن بله اسلام با ارزش های حقوق بشری تطبیق میکنه. بعد میرید نگاه میکنید میگه آقا جان شما همون مثال آبی که من زدم رو در نظر بگیرید. اولا زمانی که پیامبر اسلام داشت اینها رو میگفت که حقوق بشر نبود، پس اعلامیه جهانی حقوق بشری که شما دارید میگید منطبق با اسلام است مد نظر محمد نبود. چرا؟ چون در زمان او اصلا این اعلامیه وجود نداشته که او یاد بگیرید. دوما محیط فکری او رو شما نگاه بکنید، قرآن رو نگاه بکنید، عقاید قرآنی رو نگاه بکنید، آیا با حقوق بشر تطبیق میکنه؟ آیا در اون قرآن که بحث اسلام و کفر معنا میشه، بحث مرد و زن و تفاوت اینها معنا میشه، و در قرآن که اشاره شده بعضهم علی بعضن فضل الله بعضهم علی بعضن، خداونده که بعضی رو بر بعضی برتری داده، این روحی که در قرآن و تعالیم اسلامی وجود داره منطبق با آن چیزی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده نیست. اصل اول اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت داره میگه انسان ها همه با هم برابر، فارغ از نژاد و دین و جنسیت و رنگ و هر چیز دیگه. اما در اسلام مرد و زن برابرن؟ نه خیر، جنسیت سبب تفاوت شده، تبعیض شده، بعضی بر بعضی برترن، یعنی مردان بر زنان برتر. آیا دین سبب جدایی نشده میان مسلمان و کافر، میان مسلمان و اهل کتاب؟ همینطور ادامه بدید، برید جلوتر. خب شما به قرآن که نگاه بکنید با همون ماده یا اصل اول اعلامیه جهانی حقوق بشر منطبق نیست دیگه، بقیهش که دیگه جای خود. بنابراین مسئله برمیگرده به این که یک عده‌ای سعی میکنن کماکان با اون جعلیات و ساخته های ذهن وام گرفتن از مفاهیم هرمنوتیست های بزرگی مثل گادامر و ویتگنشتاین و هایدگر و همینطور میان جلوتر، سعی کنن نشان بدن که بفهم اینا قابل تطبیق،
اما اگر یک نفری جلوشون قرار بگیره که نشان بده که نه این گونه نیست که شما میفرمایید، در درون همون مت یک روح وجود داره که شما نمیتونید اون رو به هر شکلی تطبیق بدید. این سلیمانی در بسیاری از جنبه ها مرادم رو مشخص کردم. من دارم این برنامه رو تهیه میکنم. هدفم چیه به نظر شما؟ هدفم اینه که مرادم رو، یعنی آنچه که اراده کردم، به بهترین شکلی به شما منتقل بشه. مثال میزنم، داستان میگم، تعابیری رو به کار میبرم، شوخی میکنم، گاهی از دایره ادب خارج میشم، درسته؟ برای اینکه این برنامه یک ساعته، مراد من رو به مخاطبین برسون. این هدف یک انسان عقلانی است. آیا الله همچین نظری نداشته؟ آیا محمد همچین نظری نداشته؟ او نمیخواسته بلال حبشی بفهمه که منظور او چیست؟ او نمیخواسته زنان او بدانن حق و حقوقشون چیست؟ پس سعی کرد اینا رو تبیین کنه، روش جنگیده، روش مبارزه کرده، آدم کشته، یاران خودش رو کشته شده دیده که مراد خودش رو نشان بده. حالا فکر کنید 500 سال بعد یه عده میان، معیارهای جهان عوض شده، سلیمانی طرفدارانی داره، صحبتش حالا موجود، یه عده میگه نه مقصود سلیمانی اینجا این نبود، منظورش دقیقا موافق با اعلامیه مثلا فرض کنید ب در 500 سال بعد، خب این مغالطه است، این پسخانی تاریخ. در واقع ما در بحث‌های هرمنوتیکی بحث بر سر تاباوری متن، یعنی یه عده‌ای وقتی می‌بینن این متن قابل دفاع نیست، از طرق مختلفی وارد میشن که این متن رو دارای دوام بکنن، بگن نه ایراد بر این متن نیست، ایراد بر قرآن نیست، میشه تعبیر دیگری به دست داد که با علم تطبیق پیدا بکنه، با اخلاق مدرن تطبیق پیدا بکنه. کار نواندیشان همینه دیگه، نیات خودشون رو جای متن میگنجونن. چرا؟ چون این متنی که با معیارهای امروزی قابل تطبیق نیست، قابل تطبیق بشه. علی داره میگه همچی چیزی نیست. حالا ما میخونیم بعدا در مورد این مسئله. خب ببینیم علی چه میگه در مورد همین بحث غیر قابل تغییر بودن حلال و حرام، یعنی آنچه که پیامبر اسلام آورده یا در قرآن یا در سنت خودش، که اینها حلالن اونها حرامن. دیدید دیگه، در اغذیه ها گرفته، در اشربه ها گرفته، حالا شهرتی میگه فارسی صحبت کنید بیشتر، در غذا و نوشیدنی ها و لباس و همه چی گرفته تا به مسائل مختلف سیاسی. یک آدم مسلمان چرا گوشت خوک نمیخوره به نظر شما؟ چرا گوشتی که ذبح اسلامی نشده نمیخوره؟ چرا هر مایه‌ای رو جلوش بذاری نمیخوره؟ به نظر شما چرا؟ به دلیل اینکه اینها از نظر عقیده او حرامن، ما بقی حلالن. خب حالا کی حرامش کرده؟ شارع. اینا قابل تغییره؟ ببینیم علی ابن ابی طالب چه میگه. این پاسخ‌هاست به نواندیشان دینی در واقع، چون تکلیف فقها معلومه، اونا سر این مسئله مشکل نداره. خب خطبه 176: بدانید ای بندگان خدا، انسان با ایمان آنچه را سال گذشته حلال میشمرد امسال هم حلال میشمرد، و آنچه را سال گذشته حرام میدانست امسال هم حرام میداند. بدعتهایی را که مردم گذارده‌اند آنچه را بر شما حرام شده حلال نمی کند. حلال همان است که خدا حلال کرد و حرام همان است که خدا حرام نمودید. مردم دو گروه بیش نیستند، گروهی تابع شریعت و آیین خدا و گروهی بدعت گذار که دلیلی از سوی خدا
و از سنت پیامبر و نوری از حجت و دلیل با خود ندارم. پس دیدید از نظر علی بدعت یعنی آنچه که شما بیارید یکی از احکام دین رو تعطیل کنید به جاش بذارید، یعنی مثلا بگید خب این حلال خدا رو ما امروز حرام میکنیم، درست نیست. مثلا بردهداری حلال خداست، در قرآن هم آمده، رسول اسلام هم برخی از زنانش که اساسا کنیز و برده بودن ایشون هم برده میفروخته، علی ابن ابی طالب هم این کارو کرده که ما خواندیم در داستان معقل ابن قیس و مسقلت ابن عبیر شیبانی. بردهداری در اسلام مجاز، حرام نیست. آیا امروز قانون میتونه تصویب کنه که بردهداری حرام است، ممنوع است؟ میبینیم نه. بدعت، کودک همسری الان در ایران ما به واسطه استقرار این رژیم و آمارهای متعددی داده میشه، سالانه چند هزار نفر کودک همسرن، یعنی دختران 9 ساله 10 ساله رو پدران به ازدواج مردان دن. فاجعه بارتر اینکه بعضی از این عزیزان باردار همیشه. خب کودک همسری در کجا آمده؟ احکامش که در آیه 4 سوره طلاق هست، در سنت رسول الله هم که الا ماشاءالله از دخترانش بگیرید، فاطمه گرفته و زینب و رقیه و ام کلثوم تا همسران او از عایشه و دیگر. خب این کودک همسری در قرآن هم آمده، در سنت رسول هم هست، آیا امروز ما میتونیم اون رو که حلال حرام کنیم بگیم نه درست نیست با معیارهای امروزی که شما دختر 8-9 ساله رو بردارید عقد دیگران در بیارید؟ البته فاجعه بارتر دوستان اینه که عقد ازدواج رو شما میتونید حتی زیر 9 سال هم ببندید. 9 سال برای دخوله، یعنی لذت جنسی کامل، وگرنه اگر دختر زیر 9 سال باشه، خیلی عذر میخوام اینا رو میگم، ولی تعالیم اسلامی است، اسلام حراسی نیست. که از این آقایون میگو اگه قرار نقد دین کنید و اسلام حراسی همین جمهوری اسلامی بمونه بهتر. این فاجعه، باز آخوندا نیستن، اینهایی هستن که مدافع اونا، مدافع تفکرات اونها. یعنی از نظر اسلام، حالا من روایتشو بعدا خواهم خواند از شیخ صدوق و کتب دیگر، البته شما میتونید دختر خردسالتون رو به عقد یک مرد در بیارید. تنها قیدی که وجود داره اینه که تا 9 سالگی شما حق دخول ندارید، وگرنه بقیه لذائذ جنسی مجازید. شما دیدید در تحریر الوسیله خمینی، من دیدم بعضی از عزیزان بارها اینا میخونن، که تمتع خاصی از نوزاد شیرخواره هم مجازه. مسئله 12 کتاب نکاح در تحریر وسیلش آمد. من یادم اون موقع دانشگاه بودیم اینا رو میخواندیم، واقعا مشمئز کننده بود این فضا. شما فکر کنید یک انسانی لذت بردن از یک کودک یا نوزاد شیرخواره رو به رسمیت بشناسه. خب این لذت بردن که پدره نیست، منظور شوهره. پس عقد بستن جیرادی نداره، شما که عقد ببندید، کما اینکه عایشه در 6 سالگی به عقد رسول الله در آمد، اما وقتی 9 ساله شد به خانه رفت. بعد اینا در درون تفکر امر خداست، الله و یعمر بالعهد، اینا رو عدالت میدونن. اینا شما فرض کنید در درون یک جامعه دی انسان عاقل پیدا بشن، انسان اخلاق مدار پیدا بشن، بگن آقا اینو انسانی نیست که دختر 5-6 ساله چی از زندگی مشترک میفهمه، که ما برداریم این رو بدیم به یه آقایی، بعدم خب میدونید حق طلاق مال مرده. این دختر بیچاره که همه زندگیش
در پرتو اون رفتارهای غیر اخلاقی به باد رفته دیگه روان سالمی داره؟ دیگه میشه روی او به عنوان یک استعداد حساب کرد؟ حق داره خودش رو از قید و بند این مرد آزاد بکنه؟ میبینید نه، یک زنجیر دائمی به پای این دختر بستن، فرستادن به خانه شون. حالا چهار تا انسان آمدن، اهل شرافت، اهل اخلاق، اهل کرامت، گفتن آقا این حکم رو تعطیل بکنیم. از منظر علی ابن ابی طالب نمیشه تعطیلش بکنیم، چون حلال خداست، حلال رسوله. اگه شما میتونید تعطیل بکنیم، درد ما یکی دوتا نیست. کسانی که هیچ چیزی از اسلام نمیدونن، هیچ چیزی از تشیع و فقه نمیدونن، بعد نسخه های عجیب میپیچن. طرف سالهاست در امریکا زندگی میکنه، سالهاست در اروپا زندگی میکنه، اسلام خیلی خوبه، این آخوندها فقها خیلی بدن، وگرنه اینا احکامیست مربوط به زمان خودش. کی گفته زمان خودش؟ مگه خدا زمانمنده؟ اینا امر خداست. یک پادشاه مملکت، یک حاکم مملکت امروز دستوری میده، تا زمانی که زنده هست اون دستور بر جای خودشه، مگر اینکه خودشون لغو. مگه الان قوانین در کشورهایی هست؟ برخی قانون اساسی دارن مال 100 سال قبل. یکی باید بگه نه خیر، این قانون اساسی مال 100 سال قبل، من قبولش ندارم. نه خیر، تا مراجع قانونی اون قانون رو لغو نکردن، اون قانون محترم اجرا میشه. محمد ابلاغ کننده بوده، نامرسان بود، رسول بود. او حکم خدا رو آورده. خدا که الان زنده است از نظر شما، حیه، حاضر، ناظر. مگه این اوصاف خدا نیست که شما بعد از نماز هی تسبیح میزنید میخونید؟ خداوند قیوم است، قادر است، جبار است. هم این آقایی که همینجوری حاضر و ناظر شماست، مگه اجازه داده احکامش تعطیل کنید؟ بیایید بپذیریم، مرتکب مغالطه عدم تعرض به اصول نشیم. نگید اینا اسلامو بد اجرا میکنن. باور کنید اینا خیلی از احکام اسلامو نمیتونن اجرا بکنن. اگه اجرا میشد که اصلا جامعه پذیرا اینا نبود. ما وقتی این روایت ها رو میخونیم، تحلیل میکنیم، میگن اسلام ستیزی نکن، اسلام حراسی نکن. خب مشکل از شماست که با خوندن این روایت ها به هول و ولا و حراس میفتید. مشکل گویندش نیست. خیلی فرصت نمیکنن، حوصله هم ندارن اینا رو بخونم. یه عده اومدن سعی کرده اینا رو بخونن، در اختیار شما قرار بدن. اگه میترسی از خانندش نترس، از اون قانونگذارش بترس. اگر امروز در روزنامه های جمهوری اسلامی میخونید سال فلان چند هزار کودک همسر داشتیم، با آمدن فقها ها این ایجاد نشده، از صدر اسلام بوده. سید علی هم بره، سید حسن بیاد هم همینه. اگه قرار قوانین دینی باشه، قوانین شرعی باشه، چرا انسان ها مبارزه کردن برای ایجاد سکولاریسم؟ چرا مبارزه کردن برای لایسیتاسیون؟ چرا خواستن لایسیته باشه؟ چرا خواستن دین عقب بره؟ اینا یک شبه نشده. کشیشان می آمدن، روحانیون می آمدن، می گفتن شما به اختیار ما زندگی بکنی، با تعالیم ما زندگی بکنید، جهان برای شما بهشت میشه. شما برید کتابای این تئولوگ ها رو بخونی، متکلمان و اینها رو بخونی. میگفتن آقا به دین ما در بیاید، جهان برای شما به بهترین وجه میشه. ما برای شما سعادت میاریم. خمینی همین حرفو نمیزنه. مبارزه با فساد میکنیم، فحشا رو از بین میبریم، اتوبوس رو مجانی میکنیم، آب و برق رو مجانی میکنیم، شما رو به انسانیت میرسانیم. منظورش همینا بود که شما دارید میبینید، کشتن مردم، شکنجه کردن، تجاوز کردن. انسانیت از منظر اینا ایناست.
ما نفهمیدیم انسانیت رو در اون دستگاه فکری چطور تعریف میکنه. ما جهان غرب رو دیدیم، حقوق بشر رو دیدیم، گفتیم خب انسانیت رو فهمیدیم، اما یادمون رفت آخوند نمیتونه نماینده انسانیت باشه، چون از منظر او زن انسان نیست، خدمتکاره، خدمتگزاره. خدا او رو ساخته، حالا برخی از اینها به قدری بقیه هن که به صراحت اشاره میکنن که زنها حیواناتی از صورت انسان دارن، عقل ندارن، فهم. همین علی همین حرف رو میزنه که زنها ناقص العقلن. حالا من یه تعبیری داره در شرایط شیخ صدوق آورده که چرا نباید از زنان فرمان برد، چه کلمات رکیکی در حق زنان به کار میبره مولای متقیان. بعد زنان ما اینو میخونن، یه دیگه اصلا باور میکنن، میگن خب بله ایشون فرموده درسته دیگه، ما همین. یه دیگه میخونن میفهمن که این توهین آمیزه، اما در صدد این هستن که بگن نه، حالا ممکنه اون موقعی همچین داستانی بود، الان نیست. تا زمانی که درگیر این اندیشه ها هستیم، نمیتونیم قدم از قدم جلو بگذاریم. خب بریم یک نمونه دیگه بخونیم، ببینیم علی وقتی بحث از بدعت میکنه به چی نظر داره. آقای مکارم شیرازی آورد، یک روایتی از علی است. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید ما اما اهل بدعت کسانی هستند که مخالف فرمان خدا و کتاب او و رسول او میباشند. یعنی مخالفت با اینها بدعته. آنها به رأی و هوای خیش عمل می کنند، هرچند بسیار باشند. یعنی همه مردم اگر بگن ما اینو نمی خواهیم، باز محلی از اعراب نداره. دیدید؟ میگه حتی اگه بسیاری از مردم هم بخوان نمیشه، چون بدعت مخالف کتاب خدا، سنت رسول و فرامین است. آقای رسول جعفریان فرازهایی از همین مسئله رو آورده بخونیم. مقصود وی، منظورش علی بن ابی طالبه، از سنت، سنت رسول خدا صلی الله، و پرهیز از بدعت هایی است که در برابر سنت های دینی ایجاد می شود. امام مردم را چنین وصیت می کند. وصیت ایشون چیه؟ اما وصیت من، خدا چیزی را شریک او میارید، محمد سنت او را ضایع مگذارید، این دو ستون را برپا بدارید و این دو چراغ را افروخته نگه دارید. یعنی اینا چراغ راه شما، احکام خدا و سنت رسول. نمیگه برید چراغ را خاموش کنید اگه با عقل و منطق شما همخوان نیست. و در جای دیگر میفرماید و هیچ بدعتی را پدید نیاوردند جز آن که با آن سنتی را رها کردند. پس خود را از بدعت وارهانی و راه راست را بپیمایی. نیکوترین کارها سنتی است که دیرینه است و سالیانی بر آن گذشته است. یعنی اتفاقا ایشون داره میگه که سنتی که درسته، سنتی که مطلوبه، همون سنت های قدیمی است که پیامبر اسلام آورده، در قرآن هم هست. یعنی شما فکر نکنید با گذر سال بگید خب این احکام دیگه کهنه شدن، به درد ما نمیخورن، باید کنارشون بذاریم. و بدترین آنچه نوپدید آمده و پیشینه‌ای نداره. یعنی دقیقا سخن علی برخلاف عقله. یعنی در عقل، در علم، در دانش، در معرفت، شما هر روز به دنبال کشف چیزهای جدید هستید، اندیشه های جدید، طرح‌ها و برنامه های جدید. اصلا اساس مدرنیته بر همینه،
دائم خودش رو نقد میکنه که به سمت جلو حرکت. علی میگه اصلا چیز بد یعنی همین، یک چیز جدیدی که بیاری چیز بدی است. همون قدیمی ها رو نگه دارید، تکون نخورید. خب در درون یک همچین جامعه شما تولید فکر میتونید تصور بکنید؟ اینکه جهان اسلام عقب رفت برای همین هاست، برای همین تفکراته. اگر اسلام جهان رو گرفت به خاطر عقل نبود، به خاطر علم نبود، خود شمشیر بود. از دوران علمی که شما میبینید جهان اسلام عقب بود. یعنی در غرب هم تقریبا همین اندیشه های مسیحی حکومت میکرد با همین طرز فکرها، که هرچی مسیح و حواریون گفتن رو انجام بدیم. یهودی های بیچاره هم که دنبال ده فرمان تورات، هرچی موسی گفته در اون لوح ما همون انجام میدیم. جهان برای هزار و اندی سال راکت، نه تولید علمی نه تولید دانشی. تو اون وسط ها یکی دو نفر آدم آمدن یه چیزایی گفتن، اما فضای فکری اون جامعه رو شما در نظر بگیرید. به مرور در غرب کسانی آمدند که شروع کردند به اندیشیدن بر اساس خرد، منطق، استدلال، تجربه، شواهد، و به مرور سعی کردند وارد تسخیر طبیعت بشن. از اون زمان جهان غرب شروع کرد به حرکت کرد، با اینکه همیشه کلیسا مخالفش بود. چه اندازه اندیشمندان بزرگ رو سوزاندن، کتاباشون رو نابود کردن در همین جهان غرب. اما به هر حال حرکتش رو شروع کرد. در جهان اسلام داستان برعکس، هنوز اون اندیشه های راکت وجود داره. کم بودن کسانی که شهامت و دانش مبارزه با این غول هولناک رو داشته باشه. دوران تاریکی در جهان مسیحیت به واسطه کشیشان تمام نشد، به واسطه روشنفکران، مبارزان، اندیشمندان آغاز شد. اما در جهان اسلام اینو نداشت، خیلی دیر شروع شد. اما اندیشه علی ابن ابی طالب بر سر همین، میگه دنبال چیزای جدید نباشی، دنبال اندیشه های جدید نباشی، همون قدیمی ها خوبه، اونا رو نگه دار. حتی اگه سالیان زیادی هم گذشته اما اونا خوبه. آیا در جامعه علوی شما میتونید تولید علم رو متصور بشید اصلا؟ میتونید پیشرفت رو متصور بشید؟ در مجموع این جامعه دچار رکود میشه، تولید فکری رخ نمیده. ابن خلدون یکی از دلایل انحطاط کشورهای اسلامی در منطقه اندلس رو هم همین میاره، رکود علم، رکود دانش. میگه زمانی رسید که اروپایان شروع کردن به ابزارسازی، به تولید علم، دانش، اما مسلمانان همونجا درجا زد. دو سه نفر هم اندیشمندی آمد اونا رو از بین برد. در نتیجه رو به سمت انحطاط رفت. فکر میکنید چرا یک کشور کوچکی مثل پرتغال توانست نیمی از دنیا رو بگیره؟ چرا اسپانیا توانست نیمی از دنیا رو بگیره؟ چرا انگلستان و فرانسه این گونه پیشرفت کردن؟ دلیلش علم. حالا بخشای از این علم ابزارسازی بود در کشتی‌ها، در فناوری‌های جنگی. بخشی از همین علم و دانش حاصل قانون بود، نظم جامعه، اقتصاد، تولید. بحث صنعتی شدن بحث مفصلی است، حالا در بحث‌های توسعه مطرح میشه اینها، ولی ریشه‌اش برمیگرده به علمگرایی، به خردگرایی، به هر روز اندیشیدن برای تغییر وضعیت به سمت وضعیت مطلوب. ما در اسلام اینو نداریم. وضعیت مطلوب از نظر فقها و بزرگان جامعه ما برگشت به عصر محمده، به عصر علیه. اینا دنبال همونه، همین امروز هم در جامعه ما تبلیغاتشون همین هست. دموکراسی بعد برگردیم عصر پیامبر، حقوق بشر، اینا همه ابزار سلطه غربه.
همین آقای مکارم شیرازی در همین شرح نهج البلاغه همین رو میگه. حقوق بشر اینا ابزار سلطه غرب، مقصودش چیه؟ آیا چیز بهتری داری که ما رو آزاد کنه؟ میگه بله، از قید بندگی مردم رها شو، بیا در دامن خدا، قید خدا رو بپذیر. دیدید دیگه علی ابن ابی طالب تعریف اسلام رو در نوبت پیشین عرض کردیم، یعنی تسلیم امر خدا شدن. علی داره سفارش میکنه به عثمان، این هم آقای رسول جعفریان آورده، این رو هم بخون: بدان که فاضل‌ترین بندگان خدا نزد او امامی است دادگر، هدایت شده و راهبر، که سنتی را که شناخته است برپا دارد و بدعتی را که ناشناخته است بمیراند. سنت ها روشن و نشانه هایش هویداست و بدعت ها آشکار است و نشانه هایش برپا. و بدترین مردم نزد خدا امامی است ستمگر، خود گمراه و موجب گمراهی کسی دیگر، که سنت پذیرفته را بمیراند و بدعت واگذارده را زنده گرد. از نظر علی امام ستمگر امامیه که بدعت ها رو بپذیره، امام عادل امامیه که سنت ها رو اجرا بکنه، قوانین خدا رو اجرا بکنه. عدل یعنی همون. بنابراین اگر کسی میگه سید علی خامنه ای ظالمه، از منظر علی ابن ابی طالب دقیقا انسان دادگری است، احکام خدا رو داره اجرا میکنه. اما از منظر اخلاق انسانیت قطعا این انسان ها انسان های ستمگر زاد. پس فهم این که چرا اینا جنایت میکنن ولی ناراحت نیستن در اینه که این افراد خودشون رو ظالم نمیدونن. دوستان، جنتی ها و سید علی خامنه ای ها و این جنایتکارا خودشون رو ظالم نمیدونن، شما اونا رو ظالم میدونید، اما اونا در ایدئولوژی خودشون کاملا خودشون رو عادل میدونن. به این بحث در برنامه های بعدی بیشتر خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از تلویزیون فارس و جناب شهرتی عزیز، تا فرصتی دیگر. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف